از حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصل علی. فرمودند حقیقتا بخیل واقعی کسی است که مرا یاد کند و بر من صلوات و درود نفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که ذکر شریف صلوات که پر از برکت هست برای همه مؤمنان همواره بر زبان ما جاری باشه. در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم و برنامه امروز تقدیم میکنیم. موضوع صحبت ما شرح حدیث نورانی جنود عقل و جهل است و در خدمت سرور گرامی استاد گرانقدر دانشگاه جناب استاد دکتر حسینی هستیم. خدمت شما جوار سلام داریم، وقت شریفتان بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما، همکاران عزیز شما و بینندگان عزیز عرض سلام وقت بخیر دارم. در خدمت شما هستیم با ادامه شرح و توضیح فقراتی از حدیث امام صادق علیه السلام معروف به حدیث جنود عقل و جهل. سلامت بشین آقای دکتر. به خاطر بنده حقیر هست که هفته گذشته بحث ما به این دو فقره رسید، در واقع دو لشکر از لشکران عقل و جهل که عبارت باشه از فقر و غنا، فقر به عنوان لشکر عقل و غنا به عنوان لشکر جهل. و دای قسمتی را فرمایشات از داری را شنیدیم و فکر میکنم بحث تکمیل نشد، دوست داریم تکمیل انشاءالله داشته باشیم و بعد انشاءالله وارد فقرات بعدی حدیث بشیم. خدمت شما عرض کنم که اگر یک نیم نگاهی خیلی مختصر به بحث های هفته گذشته داشته باشیم، عرض شد غنا و فقر سه درجه داره. یکی غنای ذاتی است که اون مخصوص ذات متعال پروردگاره، که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. غنی مطلق خداوند متعال از نظر ذاتی مخلوق نمیتوانه به صورت کلی غنی باشه، پس بنابراین فقیره و محتاجه، در اصل وجودش محتاجه در لوازم و امکانات و ابزارها و اعضای وجودی خودش، چه اون چیزی که ما به صورت حواس پنجگانه و اعضای ظاهری بدن میشناسیم، چه بخش‌های باطنی بدن مثل عقل و فکر و قلب و ویژگی‌های از این قبیل. همه اینها چون مخلوق خداوند متعال و داده شده توسط خداوند متعال، ما در همه اینها فقیریم و محتاجیم و برای ادامه حیات خود هم محتاج به او هستیم. بحث بعدی بحث غنای نفسانی و غنای قلبی بود که خدمت شما این که انسان ولو از نظر مادی امکانات نداشته باشه، از نظر درون انقدر قوی باشد که نسبت به انسانهای دیگر احساس بی‌نیازی بکند. و سر تسلیم در مقابل دیگر انسانها و سایر مخلوقات فرو نیارد. و البته در مقابل دیگران استغنا بکنه، این یک بحثه. ولی یک درجه بالاترش اینه بعضی ها که گاهی همین غنا که جنبه مثبت داره گاهی جنبه منفی پیدا میکنه، که انسان در مقابل خداوند متعال احساس استغنا بکنه، احساس بی‌نیازی بکنه و فراموش کنه که مخلوقه، فراموش کنه این همه امکاناتی که داده شده به او اینا نعمتهایی است که خداوند ارزانی داشته، فراموش کنه که با چشمی که خدا ارزانی داده میبینه، با عقلی که خدا داده فکر میکنه، با گوشی که خدا به او داده در واقع میشنوه، با زبانی که خدا به او عطا کرده حرف میزنه، اینا رو فراموش میکنه، یک دفعه به هر حال احساس استغنا میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همین که خودش رو بی نیاز از خداوند متعال دید، طغیان میکنه و ادعای خدایی میکنه. و لذاست که خداوند متعال به تعبیر قرآن گاهی است که نعمتها و امکانات برای بشر گاهی تقدیر میکنه و اندازش رو محدود میکنه که تا انسانها به طغیان کشیده نشود. اینم بحث احساس بی‌نیازی باطنی و درونی. و مرتبه سوم هم بحث فقر و غنای مالی و مادی و دنیایی است. بله. که خدمت شما عرض کنم خب اینجا هم غنا به عنوان یک صفت برجسته است، در صورتی که ما وابسته به مادیات دنیا نباشیم، بلکه اونها به عنوان ابزار و امکانات در اختیار ما باشد. یعنی بنده نوعی کار بکنم، زحمت بکشم، تلاش بکنم، همون گونه که همه انسان ها کار میکنن، همون گونه که همه اولیای الهی کار میکردن، همون گونه که همه انبیا کار میکردن و زحمت میکشیدن، کارهای مختلف زراعت میکردن، مالداری میکردن، چوپانی میکردن،
و در سیره انبیا هم اگر ببینید هر پیغمبر یک شغل مخصوصی داشته. ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین اینا کار میکردن و با کد یمین و عرق جبین روزی به دست می آوردن. بله. ولی حالا وقتی غنی شدی، بی‌نیاز شدی از نظر مادیات، قدم بعدی اینه که بتوانی از اینها دل بکنی، وابسته قلبی به این مادیات نباشی و بتوانی به دیگران هم کمک بکنی و دست دیگران رو هم بگیری و انعام و انفاق و صدقه و امثال اینها. خدمت شما عرض کنم این تا اینجا بحث هایی بود که در گذشته انجام شد. حالا یه بحث اینه که ما چه کار می شود بکنیم که از نظر فقر و غنای نفسانی یا از نظر غنای مادی وضع ما خوب بشود، یعنی ما از این وابستگی به دیگران، حالا وابستگی ما به خدامون بحث مرتبه اول سر جای خودش هست، یعنی لا شک و لا ریب فی و فقیر به ذاتیم و در مقابل خدا به هیچ به حساب نمیریم. حالا ولی در مقابل بقیه انسان ها هم از درون احساس غنا بکنیم و احساس وابستگی و کمبود نکنیم و هم واقعا کمبود نداشته باشیم. داره. چه راهکاری قرآن و سنت پیش پای ما میگذارد که با استفاده از این راهکارها ما بر حال برای غنای نفسانی و غنای مادی قدمهایی را برداریم؟ خداوند متعال در قرآن کریم و روایاتی که در از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده، از دل این آیات و روایات یک سری راهکارهایی را میشه فهمید. خدمت شما عرض کنم که ما راهکارها را به سه دسته تقسیم کردیم: راهکارهای شناختی و راهکارهای رفتاری و عملی و راهکارهای معنوی. بله. که در واقع راهکارهای معنوی بیشتر افاضه های الهی است و اعانه و کمک خداوند متعال. در بخش اول که راهکارهای شناختی باشه، اولش اینه که انسان خودش به یک چیزهای توجه داشته باشه. اولا به فقر ذاتی خودش توجه داشته باشه. بله. ثانیاً اموال و امکانات مادی دنیا را به عنوان ابزار بداند، به عنوان وسیله آزمایش بداند، به اینکه ما از این وسایل ابزار استفاده میکنیم برای یک هدف بالاتر و همین ابزار و امکانات و که در واقع مادیاتی که در اختیار بشر قرار میگیره، همین امکانات وسیله آزمایش ماست. درست. که ما چگونه از اینها استفاده میکنیم و در چه راههای مصرف میکنیم، از چه راههای به دست میاریم، چون اینا سوالاتی است که در قیامت هم از ما پرسیده میشود که اموال از کجا آوردید و به کجا خرج کردید. درست. و انسان اینا رو به عنوان وسیله آزمایش بدانه و در واقع دقت بکنه. اینم از نظر معرفتی، اگر اینا رو وسیله آزمایش بدانه و خودش فقیر ذاتی بدانه، طبیعتاً از نظر درونی و نسبت به دیگران احساس فقر نمی کنه، احساس غنا می کنه. بله. انما اموالکم و اولادکم فتنه. خداوند متعال در قرآن می فرماید که بدانید و علمو، بدانید که هم اموال شما فتنه است، یعنی ابزار امتحانه، هم اموال شما، هم فرزندان شما، هم دارایی شما، هر دو. بله. نکته بعدی اینه که ما اینم باز توجه داشته باشیم و بفهمیم و در واقع جنبه معرفتیش مهمه، و اونم اینه که ما دو تا زندگی داریم، یک زندگی دنیایی داریم، یک زندگی آخرتی. بله. اگر قرار باشد ما همه نعمتها و امکانات و خوشیها را در این دنیا داشته باشیم و هیچ برنامه ریزی برای عالم بعد و خانه دوم و خانه اصلی و در واقع ماندگار و ابدی خود نکنیم، طبیعتاً ما آدم باید بگیم دیوانه‌ای هستیم، یعنی عاقل نیستیم، به خاطر که انسان عاقل سعی میکند خانه اصلی خودش را آباد کنه. بله. نه اینکه همه امکاناتش را در یک مسافرخانه یا هتل خرج بکنه، چون اینجا شما دو شب هستی، چهار شب هستی، پنج شب هستی و قراره کوش کنی، به قرار نیست اینجا بمانی. لذا اگر به اینجا توجه بکنیم که رزق و روزی هایی که در دنیا هست در مقایسه با رزق و روزی های عالم آخرت قابل مقایسه نیست، و ما همش تلاش نکنیم که اینجا بی نیاز باشیم و فردا فقیر باشیم، بلکه به این فکر باشیم که اگر امروز غنای ما نسبی است، تلاش کنیم که فردای قیامت فقیر نباشیم. بله. یعنی اونجا یک سری چیزهایی به هر حال ما برای زندگی در بهشت نیاز داریم،
بعد یا ما را به بهش راه ندهند، بگن شما اینجا خانه ندارید، یا اینکه راه بدهند بعد به یه جایی بعد بدون هیچ امکاناتی و ما محتاج باشیم و دیگه پیش بهشتیان هم دست دراز کنیم به ما کمک نخواهند کرد مگر لطف الهی شامل حال باشه. و اون خانه را انسان بخواد تجهیز بکنه از این دنیا باید تجهیز بکنه. قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، باید در مقایسه اونجا اولویت داره. یا به تعبیر آیه دیگر که فرماید فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، به اینایی که امکانات مادی دنیا در دنیا دارن به این فکر نکن چقدر فرزند زیاد داره، مثلا فلان پادشاهی فلان کشور عربی مثلا 30 تا 40 تا اولاد داره، یه چقدر امکانات داره، موترشون اصلا از تلاس از نقره است، مثلا خانهشون تلاکوبی میکنه، تعجب نکنید. یعنی یه طوری نشه چشما از حدقه بزنن بیرون بگیم که اوه چه خبر است، در حالی که شما به فکر امروزت نباش، به فکر فردا هم باشه. یا به تعبیر آیه دیگه فلا تمدن عینی که، چشمایتو خیره نکن به الاما متعنا به، به چیزی که ما برخی از متاع دنیا در اختیار اینا گذاشتیم به عنوان ابزار آزمایش، و توجه داشته باشیم که رازق اصلی خداوند متعاله. بسیار عالی، خیلی برمن شدیم جناب آقای دکتر، سلامت باشیم. عزیزان بیننده از همراهیتان سپاسگزار هستم، خواهش من دستان باز هم با ما باشید تا انشالله بتانیم این مبحث ارزشمند را ادامه شد در بخش بعدی بشنیم. لطفاً ما را همراه کنید. از همراهیتان سپاسگزار هستم بینندگان بزرگوار، صحبت ما همچنان درباره لشکریان عقل و جهل است و صحبت جناب آقای دکتر حسینی در بخش قبلی در واقع پیرامون بحث فقر، لشکر فقر و لشکر غنا هست. آنچه که دریافت کردیم از این سخنان ارزشمند این است که باید بدانیم که انسان همواره خودش در پیشگاه پروردگار متعال فقر محض بدانه، و حقیقتا هم انسان چیزی جز فقر محض در پیشگاه خداوند غنی به ذات چیزی دیگری نیست، و همین فقر ذاتی هست که در واقع ما را به سمت دعا کردن و طلب کردن و تضرع در پیشگاه او و تذلل و بندگی وامی دارد. آقا در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم اشاره به راهکارها میکردیم قبل از که ادامه مباحث عرض بکنیم، این نکته را یادآوری کنم خدمت خواهران برادران بیننده، و اون اینه که مجموعه از راهکارهایی که در قرآن و سنت آمده وقتی همه را کنار هم قرار بدیم در واقع ما را به اون هدف عالی میرسانه، وگرنه اگر یک کسی بیاد یکی از این راهکارها رو بگیره، یک راهکار به هر حال یک میزان خاص اثرگذاری داره، ولی وقتی مجموعه ای از راهکارهای شناختی و رفتاری و معنوی کنار هم قرار میگیره اون موقع اینا متضاعف میشن، تشدید میشه و در واقع کمک میکنه انسان ده که به اون حدی برسد که از فقر نفسانی بیای بیرون و احساس غنا بکنه. یکی از ویژگی هم اینه که از لحاظ شناختی انسان بداند که روزی رسان خداست، بنده باید تلاش بکنه، کار بکنه، برنامه ریزی بکنه و زحمت بکشه، اما اعتماد و اتکای به نفس فقط نداشته باشد، اعتماد به نفس داشته باشد بگه من میتوانم کار کنم، او یک بحثه، اما همه اتکاش به این نباشه بگوید که من بر از چون علم مدیریت بلدم، من علم اقتصاد بلدم، پس وضعم خوب میشه، خدا روزی بدهد ندهد، اینطوری نیست. اگر خدا روزی ندهد انسان یعنی اعلم علما هم باشه بازم پاشگیره. بله. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، دست اوست، و لذا اگر کارو تلاشم میکنیم ارتباط معنوی خود را با خداوند متعال حفظ میکنیم. یکی از نکات دیگری که در زندگی دنیا به عنوان یک قانون مطرحه و اون اینه که زندگی دنیا مملو و از گرفتاری ها و سختی ها، در کنارش آسانی ها، و این آسانی و سختی ها پشت سر هم می آیند و می روند، و خدمت شما عرض کنم توجه داشته باشیم که بعد از هر سختی آسانی هم هست، اینم به دست پروردگاره، ان مع العسر یسرا، ان فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، در آیه دیگه می فرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا، یا همراه هر سختی یک سختی و دشواری آسانی است، یا بعد از
دشواری و سختی آسانی هم هست و خداوند متعال ما امید داشته باشیم این آسانی و بعد از دشواری به این است که در دل سختی ها و دشواری ها و مشکلات بر رازقیت خداوند و به این که این سختی ها بالاخره تمام می شود انسان امیدوار باشد. بله. یکی دیگر از نکات کلیدی که خیلی مهمه اینه که ما وقتی نگاه به زندگی سایر مردم میکنیم دیگران را از نظر اقتصادی و وضعیت معیشتی دو حال میبینیم، یا بالاتر از ما هستن یا پایین تر از ما هستن. درست. اینجا یک وضعیت گاهی در زندگی ما انسانها پیش میآید که ما ناخواسته و ناخودآگاه زندگی خود را، وضعیت اقتصادی و معیشتی خود را با دیگران مقایسه میکنیم. اینجا روایات به ما گفتن برای اینکه احساس غنای نفسانی بکنی هیچ وقت با انسانهای بالاتر از خودت خودت را مقایسه نکن. چه عظیمه. بله. تا میتوانی با انسانهای پایین تر از خودت مقایسه کنی، چون اگر انسان بخواهد با انسانهای بالاتر مقایسه بکنه مجبور وقتی مرتب امکانات اونها را، وضعیت زندگی اونها را انسان میبینه باید حسرت بخوره، تأسف بخوره و ممکنه افسرده بشه. بله. دچار استراب شوه، بیماره های مختلف روانی خدای نکرده سراغ انسان بیایه. ولی اگر انسان با انسان های پایین تر از خودش خود مقایسه کرد، خب میبینه که وضع زندگیش از دیگران بهتره، نسبت به همون میزانی که داره شکر نعمت به جا میاره. بله. میگه الحمدلله من وضعم از خیلی ها بالاتره و بهتره، لذا ناشکر نیستم و در واقع از همه امکانات بر حد توان باید استفاده بکنیم. بله. و این در آیات و روایات فراوان نقل شده، ولی دیگه حالا چون فرصت نیست دیگه تک تک آیات نقل نمی کنیم. مثلا قصه از قارون را وقتی قرآن کریم نقل میکنه تعبیر اینه که ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اول القوه، میگه مجموعه از کلیدهایش را تعدادی از انسانها هم میکردن، یعنی خود خزینه چقدر بوده بمانه. بله. کلیدهاش این بوده که چند نفر آدم قوی هیکل باید اینا رو با خودش حل میکرده، یا مثلا حیوان بارکش اینا رو بار میکردن، کلیدها رو فقط میبردن. جالب است. بعد مردم اینا رو که میدیدن خود با این مقایسه میکردن، در حالی که ما وظیفه داریم با به بالای از نظر امکانات اقتصادی با فرد بالاتر نگاه نکنیم، باید با پایین نگاه بکنیم. ولی اگر در امور معنوی، امور عبادی، ارتباط با خدا آمد، اون موقع با انسانهای بالاتر از خود مقایسه بکنیم که ببینیم که ما چقدر عقبیم، بیشتر تلاش کنیم برای رسیدن به درجات بالاتر. بسیار. این از این. از لحاظ رفتاری و عملی ما نیاز داریم به چند تا مهارت که بتوانیم به کمک این مهارت ها یه مقدار وضعیت اقتصادی خود و وضعیت غنای اقتصادی و غنای نفسانی خود بالا ببریم. یکیش اینه که اهل کار و کوشش باشیم. یعنی اگه کسی بشینه دعا کنه که خدایا روزی مرا زیاد کن و خودش هیچ گونه کاری نکنه، به تعبیر روایت مثل کسیه که میخواد تیراندازی بکنه، تفنگ داره ولی تیر نداره. درست. یا در واقع تفنگ های قدیمی میگه کمانش زه نداره. خب اگه این باشه، خب مثل اینه که وقتی کار نکنه خداوند متعال قرار نیست زندگی ما را بر اساس معجزه در واقع مدیریت بکنه، یعنی فقط از آسمان به ما روزی همینطوری برسه. نه، به تعبیر قرآن و ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان چیزی رو به دست میاره که بابتش سعی کرده باشه، تلاش کرده باشه، کوشش کرده باشه. در سوره جمعه تعبیر جالبی داره که روز جمعه با اینکه روز کار نیست، روز استراحت، روز عبادت، روز نظافت بر اساس روایات، ولی وقتی که بحث نماز جمعه مطرح میشود میگه فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، نماز که تمام شد دیگه نشینید داخل مسجد، نماز تمام شد بلند بشید، منتشر شوید، پخش شوید. وابتغوا من فضل الله، برید دنبال فضل الهی، برید دنبال رزق و روزی. یعنی روز جمعه هم باید کار بکنه انسان، باید تلاش بکنه و فعالیت بکنه.
این یک نکته کلیدی و مهمه. بدون کار و تلاش و زحمت انسان به جایی نمیرسه. اگه میخواییم وضعیت اقتصادی ما خوب بشه، شخصی باید شخصا کار کنیم، خانوادگی، اعضای فامیل باید کار کنن. اگر بخوایم وضعیت اقتصاد کشور هم خوب بشود، باید کل کشور به پا خیزن و همه دست به دست هم بدن و کار کنن، تلاش کنن. ملتی که کار نمی کنه کشورش آباد نمیشه، بدون شک. و این خیلی یک عیبه. حالا داخل قوس عرض بکنم که بعضی از جوانهای ما داخل شهر هستن، داخل قریه هستن، کار نمی کنن، ولی وقتی مهاجر شدن به کشور دیگه اونجا مجبورن کار کنن. بله. بعد میگن خب این همون کار در کشور خودش بوده کار نمی کرده، ولی اونجا رفته حالا مجبور کار میکنه. خب چرا اینجا کار نکنیم؟ نکته بعدی که در روایات آمده برای رفع فقر و رسیدن به غنا خیلی تأثیر داره اینه که شما دست بکن به جیب، از دارایی های خودت ولو کم به دیگران کمک کن. بله. انفاق بکن، صدقه بده. به تعبیر قرآن در سوره سبا میفرماید و ما انفقتم من شیء، شما هر میزانی که انفاق میکنید به دیگران کمک میکنید، فهوه یعنی خدا، یخلفه، او به جایش میاره، چیزی میگذاره. درست. یعنی اون دارایی که خدا به نوزه شما میکنه، اون شود خلیفه و جانشین مالی که شما در راه خدا دادید. و هو خیر الرازقین، او بهترین روزی دهندگان است و همینطور هم میشود. بسیار عالی، جزاکم الله خیر، استاد زنده باشین. باز هم با اجازه شما یک وقفه کوتاهی داشته باشیم، ان شاءالله در بخش بعدی خدمت شما برسیم. عزیزان بیننده خوشمند هستم همراه برنامه خودتان باشین. پس از میان برنامه کوتاه ان شاءالله با شما خواهیم بود. از همراهیتون تشکر میکنم. همچنان صحبت ما درباره لشکریان عقل و جهل است و لشکر فقر که از جمله لشکریان عقل شمرده شده و لشکر غنا که توضیحات لازم جناب استاد دانشگاهیان جهل محسوب شده ادامه خواهیم داد. قبلش نکته زیبایی را از فرمایش مولا الموحدین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیه السلام تقدیم بکنیم که حضرت فرمودند العفاف زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. فرمودند آنچه که مایه زینت فقر هست پاکی ورزیدن و عفت ورزیدن هست، و آنچه که مایه زینت غنا و بی‌نیازی هست شکر نعمت‌های خدا را متعال است. اجازه بفرمایید. بله، قرآن کریم هم در تایید فرمایشات حضرت عالی می‌فرماید فلیستعف فی الذین، باید کسانی که دستشان به امکانات نمی‌رسه و زمینه مثلا دارامند شدن یا ازدواج و امثال اینها براش فراهم نیست، باید عفت ببرزه. عفت بله. امیرالمومنین در حکمت 137 نهج البلاغه نقل شده میفرماید استنزل الرزق بالصدقه، شما رزق و روزی را با صدقه دادن برای خودتون پایین بکشید. این تعبیر عجیبیه. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد، گفت آقا وضعم خوب نیست. حضرت فرمود که برو صدقه بده. گفت آقا من پول ندارم. گفت برو صدقه بده. دو بار سه بار آمد، حضرت فرمود برو صدقه بده. صدقه داد و بعد دید که نه، در زندگیش به هر حال گشایش ایجاد شد. یکی از مواردی که عرض کردم تأثیر داره از نظر عملی، انفاق کردن و کمک کردن. بعضیا فکر میکنن که اگر مثلا یک مبلغی به دیگران کمک کرد، به فقرا کمک کردن، فقیر میشون، در حالی که اینطوری نیست. چه ما صدقه مستحبی بدیم چه صدقه واجب. صدقه واجب یعنی زکات بدیم اگر زکات به گردن ما واجب شده باشه، یا وجوهات شرعیه را پرداخت بکنیم. بعضیا فکر میکنن وقتی خمس میدن بعد پولشون کم میشه. این مثل خدمت شما عرض کنم که این است که شما در اول بهار وقتی درخت های میوه رو میارن، شاخه های اضافه و خشکش رو قیچی میکنن، و به خصوص برای بعضی از میوه‌جات این کار خیلی اثرگذاره. مثلا برای انگور حالا که حالا تجربهش وجود داره خدمت شما هست که میان حتی بعض شاخه‌های صحیح و سالم را هم میبرن که اون شلوغی و در واقع بیروباری کم بشود، نور کافی به همه شاخه‌ها برسد تا میوه هم زیاد بشود و هم خوش‌طعم بشود و هم مناسب. این در صورت می شود که ما بیایم از شاخه های اضافی را هرس بکنیم. در سوره توبه خداوند متعال می فرماید خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم،
پیغمبر از اموال مسلمان ها و اصحاب صدقه بگیر، در واقع زکات اموالشان را بگیر. از این طریق دو تا تأثیر عمده داره، یکی تطهرهم، اینا از نظر نفسانی پاک میشوند، وابستگی قلبیشان به مادیات کاهش پیدا میکنه و راحت میتونن دل بکنن از مادیات. و تزکیهم، هم میتونه تزکیه نفسانی باشه، هم میتونه تزکیه مالی و مادی باشد. یعنی اموالشان تزکیه میشود، رشد میکنه، اضافه میشود. بله. یکی دیگر از راهکارها عرض بکنم اینه که ما در صورت وضعیت اقتصادی ما خوب میشود که مدیریت هزینه داشته باشیم. بله. در هزینه کردها در واقع طوری هزینه بکنیم که بدون حساب کتاب نباشه. کسی که مثلا 10,000 افغانی درآمد داره باید کاری بکنه که زندگی خودش رو روی مثلا 8,000 ببنده. درست. و 1,000-2,000 یک مبلغی از درآمدش رو بگذاره برای حوادث پیش بینی نشده، برای بیماری ها، برای مهمان برنامه ریزی نشده و امثال اینها. ولی روال عادی زندگیش یه طوری باشد با هزینه کمتر مدیریت بکند، اسراف نکند. یعنی وقتی ما میتوانیم مثلا در سر دسترخوان خود با حضور مهمان یک مدل غذای خوب داشته باشیم، چرا باید چند رقم غذا درست کنیم؟ خب اسراف میشود، همینطوره، و غذا هم از بین میرود. کلو وشربو ولا تسرفو، فقط این خوردن معمولی نیست، در همه هزینه های زندگی هم همینطوریه. اشاره بکنیم با توجه به کمبود وقت خدمت شما عرض کنم به راهکارهای معنوی. یکی از راهکارهای معنوی رعایت تقواست، رعایت حلال و حرام در زندگیه. به تعبیر قرآن کریم و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی تقوا داشته باشه، رعایت حلال و حرام الهی را بکنه، خداوند اونها را از بنبست ها نجات میده. این مخرج، راه خروج از گرفتاری ها سر راهش میآید. یکی دیگر از نکات مهم اینه که در بعضی از مشکلات و گرفتاری ها و مصائب انسان صبور باشه. واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیریم. خدمت شما عرض کنم که یکی از راهکارهای معنوی دیگر اینه که به میزان داشته شده شما شکر نعمت به جا بیار، قدردان نعمتهای خداوند باش، بعد توقع کن خداوند متعال به شما روزی بیشتری بدهد. بله. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفر نعمت کنی اینطوری میشود. بله. نعمت از انسان گرفته میشود. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، در سوره لقمانه میگه اگر کسی تشکر بکنه در واقع به نفع خود کار کرده. بله. چرا؟ چون این وقت نعمت اضافه میشه، نفعش به کی میرسه؟ به خودش. بله. نفع تشکر شکر نعمتهای الهی به خود انسان میرسه. خدمت شما عرض کنم یکی دیگر از موارده که تأثیر داره خواهی نخواهی دعاست. بله. ارتباط با خداوند متعال انسان قطع نکنه، انسان بشینه هی گریه و زاری کنه که وضع اقتصادی من خوب نیست، یا مشکلاتی دارم و گرفتاری هایی دارم، خب یه مقداری بر حال خدا را فراموش نکن، بیا بشین حرف بزن، دعا کن و از خداوند متعال بخوا. در روایت داره همه حاجت هایتان کوچک و بزرگ، حتی نمک طعامتان را هم بخواید. دیگه روایت نخوانم. و بحث بعدی توکل بر خداست. بعضی وقتا ما گرفتار میشیم، به احساس میکنیم که آسمان و زمین بر ما میباره و گرفتاری ها از هر طرف بر ما سرازیر میشه، به خاطر اینکه ما توکل منکمه. درست. آیا مشکل ما حل نمیشود؟ ما چه کار بکنیم چه کار نکنیم؟ این در صورتی است که توکل نداریم. ولی اگر توکل ما بر خدا زیاد باشه، نه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکل بر خدا بکنه خدا کفایت میکنه. و نکته بعدی اینه که در مقابل اوامر الهی و دستورات خداوند متعال انسان تسلیم باشه. بله. تو تسلیم او باش، بعد وقتی دعا میکنی خدا خودش هوای تو را دارد. و یکی از نکات مهم و کلیدی دیگری که خیلی تأثیر داره اینه که نسبت به داشته های خودش انسان قناعت داشته باشه. بله. بعضی وقتا انسان برای خودش دردسر ایجاد میکنه، استرس ایجاد میکنه، اضطراب ایجاد میکنه، ناراحتی ایجاد میکنه، به خاطر اینکه نسبت به اون چیزی که هست و داره قناعت نداره. درست.
خب شما ممکنه انسان یک وقتی با زندگی مادی دنیوی میگذره، بله. اون کسی که نان و ماست میخوره یا نان و مثلا تخم مرغ مصرف میکنه، با کسی که نان و بره میخوره هر دو شکمش سیر میشه، بله. هر دو هم به هر حال زندگی معمولی خود دارن، ولی بحث اینه که ما به دلیل اینکه اون وضعیت خاص اقتصادی را ندارم یا از متوسط جامعه از در اقتصادی هستم یا پایین تر هستم، این نباید باعث حرص و باعث خدمت شما عرض کنم که استراب و نگرانی ها و درگیری های روانی بشود و علاوه بر فقر یه مشکلات دیگری هم برای ما ایجاد بشود. در کل خدمت شما عرض کنم که با در این فقره فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود و الغنا و ضده الفقر، غنای ذاتی که نسبت به انسان جا نداره، انسان فقیر به ذاته، غنای نفسانی نسبت در مقابل خداوند اونم قبیحه، نباید در مقابل خدا انسان استغنا بکنه، غنای نفسانی در مقابل بقیه انسان ها این ممدوحه، ما باید دستمون پیش دیگران دراز نباشه. غنای اقتصادی هم مطلوبه در صورتی که این امکانات و دارایی ها و مادیات را ما به عنوان وسیله و ابزار نگاه بکنیم و برای از اینها به عنوان ابزار استفاده کنیم برای ترقی و تعالی هم دنیوی و هم اخروی، به ویژه اخروی، و امکانات دنیا را مادیات را به عنوان وسیله و وسیله امتحان در نظر بگیریم که خداوند متعال با اینا در واقع ما رو امتحان میکنه، ولی در عین حال اگر بخوایم وضعیت اقتصادی ما خوب بشود هم راهکار شناختی وجود داره، هم راهکارهای عملی و هم راهکارهای معنوی. انشاءالله که از این راهکارها استفاده کنیم و به خداوند متعال نزدیکتر بشیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر حسینی، برای من شدیم واقعا، انشاءالله که توفیق عمل کردن داشته باشیم. پایان بخش برنامه همین دعای شریف قرار میدیم: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدا حافظ همه شما باشه.